این روزا که ترانه زیبای تک درخت، اثر زیبایی اکبر گلپایگانی توسط برخی از خوانندگان این نسل یکی بعد از دیگری بازسازی و بازخوانی میشه، از این اثر جاودانش بسیار بسیار یاد میشه. ترانه‌ای که در اذهان عمومی بعد از تو نمونم برای خدا نام گرفته، گرچه او در سالهای بعد از انقلاب در شماره خوانندگان منزوی و گوشه‌گیر برشمرده شده، اما این انزوا هرگز از محبوبیتش نکاست و ظرف سالهای گذشته او تونست در همین عصر هم به پایگاه‌ها و مقام خوب دسترسی داشته باشه. سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه به سرنوشت زندگی اکبر گلپایگانی مشهور به گلپا می‌پردازیم. اما قبلش ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یک کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. یکی از ویژگی‌های استاد اکبر گلپا در سالهای اخیر سخنان معترضانش درباره عاملان اصلی خانه نشینی و انزواشه و تقریبا در اکثر مصاحبه‌هاش به طور مکرر از بسیاری از عاملان اسم می‌بره و از اونها که قصوری در برگشتش به صحنه آواز در رادیو داشتند گلایه می‌کنه. این در حالیه که محمد گلریز برادر اون در 42 سال گذشته از مطرح‌ترین و پرکارترین خوانندگان رادیو و تلویزیون بوده. اما استاد گلپا هیچگاه از برادرش که میتونسته از نفوذش استفاده کنه و استاد گلپا رو به رادیو برگردونه گلایه‌ای نداشته و صحبتی به میان نیاورده. اکبر گلپایگانی زاده ده بهمن 1312 در تهران، معروف به گلپا، از برترین خوانندگان موسیقی اصیل ایرانی و مشهور به حنجر طلایی بود. پدر و پدر بزرگش از خواننده های خوبی بودند. چهار برادر به نام های عباس، حسن، محمد، محمود و یک خواهر به نام مریم داره. استاد اکبر گلپایگانی در 5 سالگی مادر خودش رو از دست میده و این حادثه در اون زمان تأثیر بدی بر روحیه اون گذاشته بود. گلپا در خاطراتش در این مورد گفته بود: در اون زمان برای سلامتی مادرم اذان خوندم و تا یک ماه هر روز مناجات میخوندم. در سال 1318 گلپا وارد دبستان فرهنگ میشه و به عنوان قاری قرآن در کلاسش برگزیده شد. بعد از این فعالیت‌ها اکبر گلپا با آشنایی با تعدادی از قاریان قرآن و تعزیه خوان‌ها و کار کردن زیر نظر اونها اصول اولیه آوازخوانی رو آموزش میبینه. در سال 1320 به طور جدی و منظم تعلیم موسیقی و دستگاه ها رو نزد پدرش آغاز میکنه. اکبر گلپا در سال 1326 اولین تجربه شرکت در یک گروه ارکستر کر و در سال 1327 در انجمن موسیقی مدرسه نظام عضو میشه و از سال 1328 به بعد کم کم با اساتید تراز اول موسیقی آشنا میشه و تعلیم رو زیر نظر این اساتید آغاز میکنه. آقای گلپا تحصیلاتش رو ادامه میده اما از موسیقی جدا نمیشه تا اینکه در 15 سالگی با حسین خواجه امیری معروف به ایرج در مدرسه نظام همکلاس میشه تا سرنوشت دو چهره فراموش نشدنی موسیقی ایرانی به همدیگه گره بخوره. گلپا پله های شهرت و محبوبیت رو چند تا یکی بالا رفت و به یکی از ستاره های درخشان موسیقی ایران تبدیل میشه. اکبر گلپا راه خودش رو میرفت و به مسیرش اعتقاد راسخ داشت و البته تونست در این راه جای خودش رو در میان قلب مردم سرزمینش باز کنه. دیگه کسی از تحریرهای موسیقی سنتی ایران صحبت نمی کرد، بلکه حرف از چهچهه های گلپا بود. آثارش هم رنگ و بوی موسیقی اصیل ایرانی و هم رگه های از موسیقی پاپ رو داشتند که هم توجه نسل گذشته و هم جوانها رو جلب می کرد. هرچند برخی از منتقدان سبک گلپا رو کوچه بازاری میدونستند، اما اساتید موسیقی ایرانی به این موضوع واقف بودند که نمیتوان ایرادی از حنجره طلاییش گرفت. البته نمیشد ایرادی هم پیدا کرد. اولین آواز رسمی اکبر گلپا آوازی در مایه ابو عطا در سال 1328 در 16 سالگی در یک محفل خصوصی و در منزل استاد مرتضی خان محجوبی و با همکاری استادان بزرگی همچون مرتضی خان محجوبی، بانو قمرالملوک وزیری، سعادتمند قومی، علی تجویدی و حسین تهرانی بود. اکبر گلپایگانی بر بخشی از صحبتهاش گفته بود: من در مدرسه نظام و دانشکده افسری درس خوندم و بعدها هم مهندس نقشه برداری شدم، اما همه اینها رو رها کردم و به سراغ موسیقی رفتم. در موسیقی هم هر آنچه یک جوان انتظارش رو داره به دست آوردم. از این طریق به خونه، باغ، زندگی، همسر و فرزندان خوب رسیدم. بچه های خوبی دارم و از این بابت خیلی خوشحالم. یکی از بچه های من نابغه است. من در این دنیا به صفا و صمیمیت رسیدم و همه چیز رو به دست آوردم. الان به هیچ چیزی احتیاج ندارم و منتظر مرگ هستم.
همسرش گلرخ گرایلی نام داره و دو فرزند دختر به نام ساقی و ساغر داره. او و همسرش در یک مهمانی خانوادگی با هم آشنا شدن و به صورت سنتی ازدواج کردن. استاد گلپا در سال 1348 در رادیو یک داستان 7 قسمتی بازی کرد و در سال 1350 هم در فیلم هنجر طلایی ایفای نقش کرد. از اون پس لقب گلپا و هنجر طلایی رو از آن خودش میکنه. بسیار از کسانی که مردم با اونها خاطره دارن از شاگردان ایشون بوده. خودش گفته خانم هاگده و مهستی چند سالی من به اونها آموزش آواز دادم. استاد گلپا در سال 1340 به همراه فرهنگ شریف در دانشگاه UCLA کالیفرنیا به تدریس موسیقی ایرانی پرداخت و همون سال کنسرت های متعددی در هلند و لندن هم اجرا کرد. بعد از انقلاب 57 از اجرای موسیقی و فعالیت هنری منع شد. خودش میگه اگه اراده کنم در آمریکا میخونم و اونقدر پول به پا میریزند که گویی دلار از شیر سماور بریزه. جوایز و امتیازات استاد اکبر گلپایگانی عبارتند از اجرای آواز در سازمان یونسکو در سال 1335 به دعوت این سازمان و اولین خواننده ایرانی که در خارج از ایران کنسرت داشته. اجرای بیشترین آواز در برنامه گلها. همچنین ایشون تنها خواننده‌ای که در تمام سلسله برنامه‌های گلها شرکت داشته. 298 آواز به صورت رسمی و بیش از 700 آواز خصوصی و رادیویی دیگه. تدریس موسیقی ایرانی و آواز بنا به دعوت دانشکده میوزیک بیلدینگ دانشگاه UCLA کالیفرنیا در سال 1340. اجرای برنامه در رویال دایان لندن در سال 1352. در این برنامه از هر کشور برترین خواننده ها برای اجرای برنامه اعزام شده بودند که از ایران هم آقای گلپا دعوت شده بود. انتخاب به عنوان محبوب ترین خواننده سال 1380 در بین تمام خوانندگان ایرانی داخل و خارج از کشور و انتخاب ترانه عشق پاک یا من تو را آسان نیاوردم به دست از ساخته های جهانبخش پازوکی به عنوان برترین آهنگ سال. شکست رکورد پرفروش ترین کاست در سال 1383 و اعطای جایزه بزرگ سپاس فرانسه به اکبر گلپا از طرف سنای فرانسه در فروردین سال 1386. وی درباره آرزوهاش در این سن گفته بود: دوست دارم همین فردا بمیرم، زنده بمونم که باز هم صدام حبس بشه، دوست دارم فردا همه چیز به پایان برسه. این راهیه که همه ما باید طی کنیم، اما نباید فراموش کنیم حق من ضایع شد. البته هیچ گلایه‌ای از هیچ کس ندارم. اصلا هم پشیمون نیستم که از ایران نرفتم و از بودن در سرزمینم لذت میبرم. به من گفتن نباید بخونی و من هم پذیرفتم، چون میخواستم در مملکتم بمونم، ولی حق من از بین رفت. البته تاریخ قضاوت خواهد کرد، ولی باز هم تأکید میکنم که از هیچ کسی گله‌مند نیستم. 5 دکترا از مجامع معتبر موسیقی دارم، اما همواره تأکید کردم که من رو دکتر خطاب نکنید. من گلپا هستم و به گلپا بودن افتخار میکنم. با آرزوی سلامتی برای این خواننده دوست داشتنی و قدیمی. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.